به نام خدا، سلام و صبحتان بخیر. بیننده برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستین و ما هم در شنبه روز این هفته، یعنی آغازین روز این هفته قرار داریم. ما امیدوار هستم که یک بسته خبری همه روز آماده میشه و نشر میشه، مورد توجه شما قرار بگیره و یک آگاهی دهی کلی از رویدادهایی شده باشه که در 24 ساعت گذشته انجام شده بود. موضوع امروز برنامه را ما اختصاص دادیم به بحث در پیوند به افزایش جرمهای جنایی در پایتخت. چند موردی هم که در یکی چند روز اخیر همین هفته اتفاق افتاد باعث شد که نگرانی های زیادی را نزد مردم ایجاد کنه. در رابطه با همین موضوع بیشتر صحبت میکنیم. اینجا مهمان ما آقای حشمت الله استنگزه، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل هستند که خوشبختانه حضور پیدا کردن و دعوت ما را پذیرفتن. امروز بیشتر صحبت میکنیم که دلیل افزایش جرم های جنایی در پایتخت چی است و آیا پلیس کابل در دستگیری گروه های تبهکار ضعیف عمل میکنه و یا ناتوان هست که مردم این گونه انتقادها را بالای پلیس کابل مخصوصا ادامه کنن. امروز من دوست دارم که شما هم اگر در رابطه با موضوع برنامه ما پرسش و یا دیدگاهی دارین، میتونین که راحت به شماره تماس ما 0791-336-354 تماس گرفته و در برنامه وصل شوین، دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما در میان بگذارین و مخصوصا در کدام منطقه که زندگی میکنین و با چه وضعیت امنیتی شما مواجه هستین، میتونین که نظریاتتون همچنان با ما در میان بگذارین. اگر تماس شما هم وصل نمیشه، میتونین راحت سر با فیسبوک آبزن سلاش فن تیوی مورنینگ مگزین و یا با فارسی مجله نوی صبح بنویسین. آنجا هم میتونین دیدگاهتون رو با ما در میان بگذارین. ما در 10 دقیقه اخیر برنامه این دیدگاه شما را با مهمان ما در میان میگذاریم. جا داره که مهمان ما را خوش آمدید بگیم. سپاس از اینکه حضور پیدا کردین. سپاس شما بخیر. ممنون شما آقای استنگزه. قسمی که ما در ابتدا هم یادآوری کردم، دلیل افزایش جرم های جنایی در پایتخت چه است؟ خب در کل چیز که همارا به گونه مکرر گفته شده، ای که ما امکانات و تجهیزات و کمیتی که در پلیس داریم به مراتب کمتر از نفوس و افرادی که در شهر گشت گذار میکنه. دومی که با گذشت هر روز بیشتر جوانان ما به خاطر نداشتن یک شغل و یک مصروفیت، اونها یا هم میرن به کشورهای خارجی و متاسفانه از جو هم بعدا رد مرز میشه و بیشترشان به اعتیاد رو میآورن. تعداد اندکشان که میمانه اونا طبعا که به خاطر ازی که یک چیزی به خود پیدا کرده باشه اونا رو به جرم میآورن و متاسفانه ما بیشترین به خاطر تاسف، جای تاسف است که نباید چنین می بود. بیشتر مجرمین را که دستگیر کردیم افرادی بوده که از 15 الی 20 سال به سن داشته و متعلم بوده، حتی محصل بوده و به خاطر ازی که چیزی پیدا کرده باشه به خود و خانواده خود دست به سرقت وسایل موبایل و چیز دیگری زدن. بیشتر از یا مجرمین متکرر و یا هم مجرمین سازمان یافته نیستند. در کل پلیس هم کار کرده. ما دیروز در یک عملیاتی که در مربوطات حوزه پنجم امنیتی کابل داشتیم، گروه حرفه‌ای سارقین مسلح را که سارقین منازل و وسایل بودند همراه با واسطه و چند میل اسلحه از مربوطات ناحیه پنجم دستگیر کردیم. همچنان درست 3 روز قبل در مربوطات حوزه چهارم در سایه برکی سارقین مسلح که با پلیس درگیر شد و متونستیم اونها را دستگیر بکنیم. همچنان دستگیری بیشتر از 20 تن افراد مشکوک که سلاح های غیر قانونی نگهداری میکرد در نواحی 13 و 18 و 6 دستگیر کردیم. یعنی در کل یک چیزی که یک بصراحت و جرأت گفتم میتونم، کار هم صورت میگیره، تلاش هم صورت میگیره، اما هنوز ما من حیث یک اداره که تامین کننده امن و نظم ما هستیم از کار خود راضی نیستیم 100 درصدی و طبعا که شهروندان هم نقد میکنه. ما در حالت مبارزه هستیم و یک چیزی که بسیار زیاد مهم از خودم جنگ و جنجال ها و کشمکش های میتونه در ولایت هایی که ناامن هست تاثیرات مستقیم بالای امنیت پایتخت هم داشته باشه. آقای استنگزی، یکی از انتقادهای مردم این است که چند قبل در کارته پروان تا بالای خود پلیس ملی حمله شده و چندین تن از این پلیس ها را زخمی ساخته و فرار کرده، حتی مجرمین هم پا به فرار گذاشته. انتقاد این است که هنگامی که پلیس از خودش نمیتونه دفاع کنه، چگونه میتونه که برای مردم امنیت را تامین کنه؟ اگر موافق هم هستن سراغ یک تماس میریم، بیشتر باید می صحبت ها شما میپردازیم. تماس یکی از بیننده های ما وصل است، مهربانی کنه. بله. صدای مرا اگر دارین برادر عزیز یک مقدار بلندتر صحبت کنین، مهربانی کنین. بله. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و سخنگوی محترم فرماندهی کابل. ممنون شما برادر. میشه خودتون معرفی کنین و از کدام منطقه با تماس شدین؟ مهربانی کنین. نبی رحیمی فعلا
از کابل شما را زحمت کردن. آقای عظیمی خیلی کار نیکی کردین که از کابل تماس گرفتین، میره بونی کنین مشنونده هسته. خیر باشین. متاسفانه چیزایی که مسئولین امنیتی ما میگن، از جمله کماندان سیف کابل، امدای جانانیف و سایر مسئولین، با واقعیت های عینی جامعیت خواهد بسیار زیاد داره. متاسفانه از این دل خوش نمی کنه که در کار کنه، سرمایه گذاری کنه، غیر کنه. از جمله خودم یک موسیقی دولتی دارم، رفتم در تاریخ نوی پنج در قسمت البته مالی لگان استاد بودم که یک موتر استاد شد. کجا میریم؟ ما گفتم شما کجا میرید؟ گمرک. ما گمرک میرفتیم برای اینکه پول ما یک نقطه جریمه بود او را تحویل کنم. وقتی سوار موتر شدم، متاسفانه حالا چوکی را پس که نگی کنم، مشکوک شدم. گفتم یا تو پاشی یا متا میشم. میریدیم که دریور اکسل من نشان نمیتد چوکی پس نمیشه وایی هم قدم تلق رخصه گفتم چوکی را میشکنی چی میگم یا تو پاشی یا یه چی استاد نکرد. گفتم پاشی استاد نکرد خلاصه تا که سه دقیقه تیر شد تا شدم که بعدن وقت پیسه مزدن متاسفانه پستر هم سعی کردم سه نفر پستر شدگی یا پیشوری شدگی دیگه مربوط حوزه 16 میشد. وقتی پستر شدم هر طرف دویدم، نه پلیسی بود نه امنیتی بود. با تاثر وقتی که یک پلیس را پیدا کردم گفت که بدر یک زحمت اینا زوردارا هستن یا بدماشا هستن یا کسایی هستن که باز اگر تو قوارشونه بشنسی وقتی گرفتارم شوند باز اگر یار ایکده یا بسیار قاتلای جانی هستن میکشند داره. من گفتم هر کس که باشه فرمان زمان باشه جانی باشه قاتل باشه که ما بشناسم ما میگه پینمی بود. ممنون شما. بالاخره سید ببخشید که وقت رو زیاد گرفتم. گفتم که حوزه 16 کجا؟ گفتن حوزه 16 در فلان آجه است در پولی دیاست رجال برگرسته موتراش میرفت. از اونجا رفت بسیار را را که تصادف که 500 پد از یک جیب دیگه ما مانده بود اگر این کل پیسی را گرفتن. ممنون شما برای دوزه 16 در اونجا عریضه گفتن نشتک و عریضه نشتک کردن. بالاخره اظهارات ما گرفتن تاریخ نو گفتن با زودترین فرصت مالی را گرفتار میکنیم دیگه. متاسفانه تال از دوست مچم چندین دوستی چندین موتی شاید اقدامی نشد. بازم میکنم که به این قسمت جناب سخنگوی سو چی میگن؟ سر مردم، مال مردم، متاسفت و ناموس مردم در امن نیست در قلب کابل. سپاسگزاری میکنیم آقای عظیمی از این که مشکل و اتفاق ناخوشایندی که برتون اتفاق افتاده را با ما در میان گذاشتین. صحبت های آقای سنگزی را پس از یک وقفه کوتاه می داشته باشیم. سلام دوباره بیننده ادامه برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستند و ما هم پس از وقفه کوتاه دوباره برگشتیم. شما بیننده های عزیز اگر پرسش و یا دیدگاهی دارین از طریق شماره تماس 0791-33654 میتونین که راحت در برنامه وصل شوین و دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما و مهمان برنامه ما سخنگوی فرماندهی پلیس کابل در میان بگذارین. تماس یکی از بیننده های ما وصل است را پاسخ میدیم. بیشتر به ادامه صحبت ها با مهمان ما میپردازیم. مهربانی کنین. سلام علیکم. برادر عزیز سلام به شما و وقتتان هم بخیر. مهربانی کنین، خودتان معرفی کنین و پرسش تان. صبح شما هم بخیر. یک سلام خاص برای شما، یک سلام خاص برای مهمان شما. محبوب الله هستم. شهر کابل شما را با زحمت ساختم، وقت برنامه تان گرفتم. ممنون شما. خواهش میکنم برنامه برای شما هست. مهربانی کنین. از این دولت مردای خصوصا از دولت مردای افغانستان از تک تک جان اگر غیرت افغانی دارن، اگر افغان خود افغان میگیرن، اگر همت دارن همین کارا را بس کنن. همین آمرسایبای عوضی تمام عوضه های کابل کلشان دوزده خودشان هست زورمانده و فلا. برادر عزیز مایی فساد اینمی ها هستن. ما را بیخی در بدر کردن. ما افغان ها را ما نسل جوان ماندن، نسل جوان اکثریت شده موتاد ساختن و اکثریت شانه در انتخار و انفجار از بین بردن. آقای محبوب الله ممنون از این که شما در برنامه تماس گرفتین و دیدگاهتون رو ما در میان گذاشتین.
سپاسگزاری میکنیم. ما خواهشم از شما بیننده هایی که تماس میگیرن همین است که لطفا افت کلام را مد نظر بگیرین. ما اینجا فرد را مورد انتقاد قرار نمیتیم و شما میتونین که دیدگاهتان به گونه کلی تر و با مسئولینشان که اینجا مخصوصا آقای حشمت الله استرنگزی سخنگوی فرماندهی پلیس کابل حضور دارن به یک نحو، اگر چشم دیدان هست، اگر خود شما با شما واقعی اتفاق افتاده، میتونین که از اتفاقات واقعیتان با ما حکایت داشته باشین. سپاسگزاری میکنیم آقای استرنگزی. بیشتر شما رو میداشته باشیم که در پیوند با صحبت های آقای عظیمی بپردازین که یک واقعه را از حوزه 16 خب یک چیزی که بسیار زیاد مهم است، پلیس یا دیگر منصوبین نهادهای امنیتی مخلوق دیگر نیست. کسایی هستند که از بطن جامعه برخواسته، اونا حداقل با هر کدام ما شما روابط فامیلی داره، یا برادر ماست یا برادرزاده ماست یا هم هموطن ماست، از ولایت ماست، از منطقه ماست و پیچگاهی را کس 100% گفتن نمیتونه که پلیس مرتکب جرم نمیشه، پلیس مرتکب خطا نمیشه، پلیس به نحو غفلت نمیکنه و هم با مجرم دست نداره. البته در سطح بسیار محدود. ما در جریان 5-6 ماه اخیر بیشتر از 100 تن از منصوبین پلیس کابل که در حوزات مختلفی فای وظیفه میکردن، بنابر همین که غفلت وظیفوی کردن یا هم به نحو با مجرمین مستقیم و غیر مستقیم دست داشتن و هم بالایشان وارد شده بود، اونا را از وظایفشان دور کرده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدن. برادر عزیزم که از مربوطات حوزه 16 هم زنگ زده بودن، ما برادر یک چیزی حالا وقت از او گذشته که قد کتمان شد و هم دفاع نامشروع، دفاع کاذب و بگونه افراطی من حیث یک نماینده پلیس کابل دفاع بکنم. مشکلات موجود است هم در پلیس، هم در هر حوزه امنیتی و هم متاسفانه در مردم ما، که ما از مردم خود شهروندان کابل هم گله داریم. آقای سمیزه، پس با این وجود رای حل چه است که مشکل هم وجود داره؟ بله. شما به یک نحوه میپذیره. دقیقا. پس در اینجا رای حل چه است؟ خب با گذشت هر روز پلیس ما مسلکتر شده میره. ما که میگفتم که 100 تن دور شده از پلیس کابل، این یک تغییرات بی سابقه بوده. ما کار میکنیم در مربوطات حوزه 16 هم، تنها در این 20-25 روز اخیر ما تونستیم بیشتر از 30 تن در پیوند به رویدادهای مختلف جنایی دستگیر بکنیم. کمی حضور شما یاد آور شدن که در موتر بعض کسا را بالا میکردن، پولشان را میگرفتن. ما این مشکلات در بعض حوزات داریم که دستگیر میشن افراد. و برادر دیگه ما که گفتن نقد داشتن بالای مسئولین حوزات، ببینین هیچگاه ما ایراد رد کردن نمیتونیم که یک عامر حوزه یا مدیر جنایی یا هر فرد دیگه که اونا به اصطلاح بگویم که ملائک هستن مشکلات دارن. ما در همین 10 روز اخیر شخص قوانداش امنی کابل 2-3 تن از عاملین حوزات تغییر و تبدیل و بعضشان از وظایفشان دور کردن و بیشترین فرصت تعداد دیگر از منصوبین حوزات امنیتی کابل تغییر و تبدیل و کسایی که مشکلات زیاد دارن از وظایفشان دور میشن. یعنی با گذشت هر روز ما به طرف خوبی میریم، اما یک چیز بسیار زیاد مهم است، همین جرایمی که حال به وقوع میپیونده 5 سال قبل یا 10 سال قبل هم به وجود به وقوع میپیوند، اما در روز رسانه های اجتماعی رسانه ها بیشتر فعال نبودن. حال زمانی که یک موضوع میشه، هر کس در تویتر، فیسبوک و گروپ واتساپ خود او موضوع را انعکاس میده و همو هست که شهروندان فکر میکنه که وضعیت به حد خراب است که اینها گشت گذار نمیتونن. اما شما شاید ازی هستین که در مناطق که بازارها هست، در منطقه شهر نو کابل، در دیگر مناطق، بعد از شام به صدها هموطن ما، شهروندان ما، خواهرای ما، برادرای ما گشت گذار میکنن، خرید میکنن. یعنی با وسط از اینکه مشکلات موجود هست، اما به شکل نیست وضعیت که ما حداقل بگویم که کابل دیگه وضعیت به اندازه خراب که از خانه های خود برآمده نمیتونیم. ای که جرم به وقوع میپیونده، طبعا در جامعه که به اجتماع باشه، انسان ها زندگی بکنه، جرم یک چیز حتمی هست، اما مهمی است که با او چه شکل مبارزه صورت بگیره. شما قبلا گفتین که چی وقت، هنوز ما در حالت مبارزه هستیم. ما قبلا هم گفتم که همین ناامنی های ولایت که متصل با کابل است مستقیما تاثیرگذار بوده میتونه برای امنیت کابل، اما در این راستا پلان های جریان داره. ما امیدوار هستیم که با ازدیاد کمره های امنیتی در شهر کابل، با ازدیاد پرسونل و با همکاری بیشتر مردم بتونیم به امنیت نسبی دست پیدا بکنیم. آقای استرنگزی، شما یادآوری کردین که بعضی از گروه های اختطافچی که در کابل مخصوصا فعالیت میکنن از گروه های هستن که انفرادی کار میکنن و با گروه های بزرگ سازمان یافته دست ندارن. انتقاد های این است که هنگامی که چند تن اختطاف میشه، چگونه از کابل به یک ولسوالی انتقال پیدا میکنن؟ آیا اینجا پسته های امنیتی
که نیست و حضور نداره، پلیس کابل مسئولیتش در این قبال چه است و چرا تاکنون نتوانستن که دستگیر کنن این گروه ها را و بر راحتی میتونن که به یکی از ولسوالی ها انتقال بدن؟ خب یک چیزی که بیاین صادقانه قبول بکنیم، در کل نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی تحت یک چتر کار میکنه بخاطر بهبود و وضعیت، اما تامین امنیت کابل، جلوگیری از حملات تروریستی و دیگر موضوعات بیشتر برمیگرده به دیگر نهادهای امنیتی. ما در کابل چتر امنیتی یا تیم امنیتی که داریم یک جزش پلیس است که پلیس در چندین وظایفی که در لایحه وظایف کاریشان است و اگر نیست اونا به خاطر اینکه شرایط به میش کلام ده کار باید بکنه، اما ما داریم دیگر نهادهای امنیتی هم داریم که امیدوار هستیم اونا هم به تا حد توان خود پاسخگو باشن به مردم. در کل ما قبلا گفتم مجرمینی که سرقت موبایل میکنن، نمبر پلیت موتر و هم دستکولای خانم ها یا دزدی های خرد و کوچک، اونها کسایی هستند که متقرر نیستن، متعلمین مکتب هستن، جوانایی هستن که در منطقه زندگی میکنن. بس ما در پیوند به این گونه دزدی های کوچک نیست، مخصوصا ستاره خارجی که روز پنجشنبه اجسادشان پس از 20 دقیقه یافته شد و آنها از ناحیه نهم اختطاف شده بودند و پس از 20 دقیقه از یکی از ولسوالی ها دستگیر شدن. چگونه از ایستهای بازرسی اینا میگذرن؟ من سر از این موضوع میم، این جرایم خرد و کوچک ما تا این سطح هست، اما در کل جرایمی که سازمان یافته هست از جمله آدم ربایی ها، اختطاف، قتل های ترور ها و سرقت های منازل، در اینجا ما هیچگاه رد کرده نمیتونیم که افراد تحت نام زورگو یا هم افراد که در مقامات هستن، افراد که هستن که در نهادهای مختلف کار میکنن به نحو اونا هم کار باشن یا خبر باشن یا نباشن، اما از وسایط از اونها، از اسلحه از اونها کار گرفته شوه. ما مبارزه در این راستا شروع کردیم، ما بیشتر وسایط استفاده میکنیم که مربوط یک وکیل صاحب، یک مقام حکومتی یا سناتور صاحب میشه، اصلا خودشان درش موجود نیست در واسطه، اما دارای فیلم سیا بدون پلید با اصلا غیر قانونی. چرا این بحث رسانه‌ای نمیشه؟ شده در این راستا کارا جریان داره. ما به خاطر اینکه پلیس طبعا زمان یک چیز رسانه‌ای میسوزه که 100% شواهد اسناد مدارک اونا جمع آوری بکنه، یعنی مبارزه در کل جریان داره. شما سخنان جلب با وزیر مداخله بارها شنیدین که زمانی که اگر جرایم سازمان یافته صورت میگیره، حملات تروریستی با استفاده از همه وسایط، از همه وسایط مقامات، از همه وسایطی که به افراد بلند پای هستن و یا هم وکیل هستن، سناتور هستن، صورت میگیره. در این راستا کار جریان داره، اما بسیار عامیانه بگیم که ما شما همه ما مسئولیت داریم تا یک جهاد بالای اعلام بکنیم، هم رسانه ها، هم فعالین مدنی، هم جوان ها و هم شهروندان کابل. این توانایی در نهادهای امنیتی افغانستان مخصوصا موجود است که این دقیقاً باعث ذکر هنوز هم مصلحت ها در بعض موارد موجود است، باعث از که هنوز هم مشکلات موجود است. زمانی که قانون تطبیق میشه برای وکیل صاحب، برای سناتور صاحب، برای وکیل صاحب شورای ولایتی، اونا باز موضوع را تغییر میتن. من یک مثال خوب میتم، آقای فؤاد صدیقی عضو شورای ولایتی کابل هستن، زمانی که مراجعه میکنه به قماندان سامنه کابل که 8 میل سلاح را برشان استلام بده، امر بده، اما زمانی که قماندان سامنه کابل اجتناب میورزه که یک کار غیر قانونی شما 1 میل سلاح ضرورت دارین، اونا میرن به رسانه و میگن که قماندان امنی کابل شخص دادرسته است، شخص متعصب هست، مشکلات داره، در حالی که ده ها بار خودش با دفتر قماندان سامنه کابل می آمدن، اما زمان که خواستهای نامشروعشان برجا نشد. همین مشکلات رو داریم. شما باور بکنین که هر جلسه که در سطح شورای امنیت و ارگ برگزار میشه، بیشترین مقامات، بیشترین افراد که وکیل صاحب هستن، سناتور صاحب هستن، از شخص قماندان امنیت کابل ناراضی هستن، و زمانی ناراضیتی به میان میاد که در اوج قانون تطبیق میشه. شما متیقن باشین اگر همه ما شما من از یک شهروند، از شخص قماندان امنیت کابل، از پلیس خود البته دفاع مشروع و حمایت قانونی بکنیم، ان شاء الله این زورمندایی افراد که کارهای غیر قانونی خودشان و به نحو خانواده شان یا افراد وابسته شان انجام میده، اونا افشا میشن و متیقن باشین که ان شاء الله مشکل حل خواهد شد. موضوعی را که در مربوطات حوزه نائم سیتن از شهروندان خارجی ربوده شدن و پس به قتل رسیدن، از همان لحظه پلیس کابل زمانی که خبر بر شهر رسید، شخص قماندان امنیت کابل هدایت دادن تا چک پوینت ها و ایستای بازرسی ثابت و سایر ایجاد شود تا بتانیم ای افراد دستگیر بکنیم. شما بهتر میدونید که ناحیه نائم ما نسبتا به جای متصل است که او طرف باز سایه پلچرخی و خاک جبار و موسوی و گپا، و بیشتر شهر نقاط شهر کابل بالخصوص منطقه غیر پلانی هست، در اوج کوچه ها و پس کوچه هایی است که ما در اوج پست های ثابت پلیس نداریم، گزمه های ما زمانی که میره سیار هستند، اما زمانی که حلقه بالای این افراد تنگتر میشه، اونا ناچار ناگزیر میشن که شلیک بکنه و این افراد از بین ببره. اما این موضوع تحت بررسی نهادهای کشفی و استخباراتی بالخصوص امنیت ملی هست تا
سرنخ پیدا بکنن که یعنی تو هنوز هم سرنخ پیدا نشد؟ خب به کارهای جریان داره، فکر میکنم که رانده از ادبا دستگیر شده و بررسی جریان داره که معلوم شد که این رویداد یک رویداد تروریستی بوده و یا هم جنایی بوده و این افراد کجا میرفتن، به چه تایم، به چه شکل، آیا دستای درونی در داخل از این نهاد که اینا با اونا کار میکرده موجود بوده. یعنی به زودن فرصت این جزئیات روشن خواهد شد. بسیار خوب، اگر موافق هستین سراغ یک تماس هم میریم، دوباره ادامه صحبت شما رو میداشته باشیم. مهربانی کنین. بله سلام علیکم، بخیری برای شما داریم خواهر عزیز، بخیری برای میمانی عزیزتان داریم، سخنگوی و قماندانی یعنی کابل، خیلی یک جوانی وایسدین عزیز. یک مقدار بلندتر صحبت کنین و خودتان از کندوز تماس گرفتین، اگر پرسش و یا دیدگاهی از مهمان ما دارین مهربانی کنین. بله خوب داریم تفاقی. ما در شما فیلم میگستیم که ما چیزیم، اگر ما در ولایت کندوز و در مرکز کابل، اگر ما شما چند کشور هم شما رو به جریان گذاشت بودیم که دروازه های ما ریل ویلان از کسی نیست که از اونا محافظت بکنه و دروازه های ما رو نگاه بکنه. ما چند کشور باورتون میکرد، از بلخشان تا کندوز رفتیم، از کندوز تا بلخشان آمدیم و یک کسی نمیشینه که دروازه های ما شما رو چک بکنه و یک موتر رو تلاشی بکنه. وقتی که رسانه ها میره و گردش هم میچرخه، فقط موترها رو تلاشی میکنم بعد تمام. نه ما اوت نکنیم، از این سخنگوی شما خواهش میکنم لطف کنیم اگر دروازه های کابل ما محکمتر شد و آدم های خوب، آدم های وطندوست گذاشته شد، باور ده که ما جرم جنایی در کابل، در ولایت کندوز، در 34 5 600 ولایت افغانستان گم میشه. ما متاسفانه میتونیم خداوند خیر بده وزیر داخلی ما را که هم که زورمندار از جلا بشن میگیره و بینیم موترهایی که شما گفتین در اختیار وکیلا و شورای ولایتی و اینا قرار داره، اینا را ما شما هرچی زودتر بگیریم که ما از سر اینا خلاشیم. گیری باور که در ولایت کندوز یک وکیل با آمدن با مشکلات خیلی موترهایی. سپاسگزاری میکنیم از شما آقای وایسدین جلالی از کندوز تماس گرفتین و بیشتر موضوع امروز برمیگرده به خود پایتخت و شهر کابل، اما بازم از تماس سپاسگزاری میکنیم. یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. سلام دوباره، بیننده ادامه برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستین و ما هم پس از وقفه کوتاه دوباره برگشتیم. اینجا منتظر تماس ها و دیدگاه های شما هستیم، تماس هایی که مخصوصا از خود کابل تماس میگیرین و دیدگاه هایتان با ما میتونین که از طریق شماره تماس 0791-3654 دیدگاه ها و مخصوصا وضعیت امنیتی که شما در ساحه که زندگی میکنین و اگر اتفاق افتاده که مخصوصا ما آگاهی نداریم و پلیس کابل را میتونن در جریان بگذارن و مشکلی که دارین میتونن که با ما و مهمان ما همشون در میان بگذارن. شماره تماس که شما رو به گونه مستقیم وصل میکنه 0791-3654 این شماره تماسی است که میتونن تماس بگیرید و دومین گزینه ای هم که شما میتونن که در برنامه ما وصل شوین از طریق فیسبوک مجله صبح هست. مجله صبح بنویسین، پیج ما در صد قرار میگیره. اگر دوست داشتین لایک کنین و اگر هم دوست نداشتین میتونن که پای پست مرتبط به همین موضوع امروز ما دیدگاهتون با ما در میان بگذارین. آقای سنگزی بیشتر میپردازیم به پرسش آقای داوود است. سوالی که برادرم از کندوز مطرح کردن، چون ما از صدات پلیس کابل صحبت میکنم، اما یک نوید خوب بر اونها از شما در رسانه اجتماعی حتما دیدن که یک قماندانی که افراد مسلح غیر مسئول داشت در کندوز توسط نیروهای کماندو بازداشت شد و در کل دروازه های شهر کابل مربوط به وزارت محترم دفاع ملی میشه. اما بیاین یک چیزی که الگو قرار بدیم، حد اقل از دیگر کشورها بیاموزیم، بر اساس روابط قومی و سمتی و زبانی و مذهبی نباید از مجرم، جنایتکار، غاصب و مفسد دفاع شود. متاسفانه میبینیم در بعضی موارد جوانای ما را که زمانی که کسی دستگیر میشه یا با کسی برخورد قانونی میشه، به خاطر که از قومشان است، از ولایتشان هست، از جای دیگه هستن، اونها واکنش های مختلف دارن. در این کابل هم زمانی که ما گروه هایی را دستگیر میکنیم که مربوط هر ولایت هر سمت که باشه بر ما مهم نیست، چون پلیس مسئولیت داره تا مجرمین دستگیر بکنه، واکنش های مختلف داریم. حتی موارد داریم که زنگ ها میان به آدرس رهبری پلیس کابل، حتی امکان داره به وزارت امور داخله
که افراد چرا دستگیر شدن به نحوی واسطه میشن برشان. اما تا که ما شما خود ما بالای مردم خود ترحم نکنیم و وضعیت شهروندان کابل ببینیم که هر روز یا هم در رویداد جنایی و تروریستی کشته میشن، از بین میرن، اموالشان به سرقت برده میشه، بین از هم موضوعات بگذاریم و پلیس هم از خود فکر بکنیم و نگذاریم که افراد تحت نام رهبر و قماندان و محترم هر نامی که هست اونا از مجرمین دفاع بکنه. یک چیزی که بسیار عامیانه است همیشه میگیم که زور مردم زور خداوند. اگر مردم متحد باشن، من بسیار سپاسگزاری میکنم از رسانه شما، از دیگر رسانه ها، همواره برنامه هایی که ایجاد شده بخاطر اگر مردم نقد میکنن، نقد همواره بخاطر اصلاح هست. اما یک گله که دارم، همه بزرگان که به تماس بگیرن به برنامه شما یا دیگر رسانه ها، در پلیس بیان یک قدم جلوتر بریم و همه عرض خود تا یک نامه به حوزه مربوطه یا پلیس کابل داشته باشیم که خوبتر و بهتر ما بتونیم به او رسیدگی بکنیم. شما باور بکنین آقای سنگزایی، یکی از موارد عرضی که شما یادآوری کردین کتبی باشه آقای عظیمی بود که در ابتدای برنامه تماس گرفتن و یاد کردن که همون اتفاقی که برشان افتاده بود در تاریخ پنج، در ماه پنجم و تاریخ نو عرضشان برای حوزه 16 هم پیش کردن، اما تاکنون نتیجه در پی نداشت. با این وجود اعتماد مردم را چگونه جلب میکنه؟ به شکل نیست. شما باور بکنید که زمانی که یک شکایت به شماره 100 میشه و یا هم عریضه صورت میگیره، شما باور بکنید که به این اندازه هم غفلت نیست، به اصطلاح بیغمی نیست که عریضه در یک جای انداخته شده و خلاص، او پیگیری میشه. ما در همین مربوطات حوزه 16 ما قبلا گفتم در جریان 20-25 روز اخیر بیشتر از 30 تن بازداشت کردیم. امکان داره مجرمینی را که برادر ما باش سر خورده در میان از اونها باشه، و شما متوقن باشین که هر عرضی که صورت میگیره، هر شکایتی که صورت میگیره، یا زود یا دیر تر به او رسیدگی میشه. ما جرایم داشتیم که تانستیم مجرمینش که فراری بوده بعد از یک سال دو سال حتی تذکری بکنیم، اما هر شکایت که به حوزه صورت میگیره، اگر موضوع قتل است، سرقت است، او 100% پیگیری میشه. آقای سنگزایی، خیلی انتقاد میکنن که پلیس کابل به وظیفه اصلیش حضور نداره و بسیاری از پلیس کابل در اختیار زورمندان قرار داره. چه زمان پلیس به وظیفه اصلی خود باز میگرده؟ خب طبق دستور رهبری محترم وزارت امور داخله و تصمیم حکومت، افرادی که در منصوبین پلیس که در خدمت بزرگان و هم مسئولین بوده در حالات جمع شدن است و ما هر روز دهاتن پلیس که به گونه خدمتی در اختیار از اونها قرار داده شده بوده، قبلا اونها را در تلاش شدیم که جمع آوری بکنیم. همچنان وسایلی که به گونه غیر قانونی و بدون ضرورت با کسانی هستن، وسایل رنجر و مربوط پلیس میشه، اونها را جمع آوری بکنیم. این پروسه آغاز شده و در حال تکمیل شدن هست. پیشترین قضایا، پیشترین موارد رسیدگی صورت گرفته. اما یک چیزی که بسیار جدی مهم است، شما اگر در کشورهای اروپایی دیگه کشورها ببینید، پلیس فقط یک نهاد نیمه ملکی به خاطر تامین نظم عامه هست. اما در افغانستان، در کابل شما میبینید اگر تظاهرات میشه پلیس باید بره، اگر یک رویداد تروریستی میشه پلیس باید بره، اگر در یک جای یک مشکل دیگه به وقوع میپیونده پلیس باید بره، در جرایم جنایی پلیس باید بره رسیدگی بکنه. متاسفانه بنا بر ضرورت که در کشور ما هست، پلیس باید به چندین وظیفه که در لایحه وظایفشان هم نیست رسیدگی بکنه. متاسفانه هنوز ما شما محتاج به همکاری جامعه جهانی هستیم در این راستا. اما چیزی که بسیار جدی مهم است، اگر ما کمیت به مراتب بالا ببریم، باسم نسبت به نفوس شهر کابل کمتر است. امیدوار هستیم که مردم به شکل که به رسانه‌ها به تماس میشن، ببینن در یک منطقه ما بارهای مثال گفتیم، هزاران تن شهروند خوب و اهل و سالم ما زندگی میکنه، اما او جرم کردن داره 5 نفر، 10 نفر، فکر کنیم 50 نفر، یک ولگرد، دوز، غاصبین، یا هر کس دیگه فعال هستن. این چند هزار نفر طبعا که زورشان، تواناییشان بالاتر از این چند فرد محدود هست که منفور هستن جار جامعه، اونا اقدام بکنن، از پلیس خواست کمک بکنن، با پلیس هم کار باشن در شناسایی از اونا تا بتونیم رسیدگی بکنیم. در یک منطقه یک واسطه مشکوک میره، افراد مشکوک میره، افراد ولگرد میره، صدها جوان موجود است، وکیل گذر است، ملا امام مسجد است، اما حداقل یک کس می کار نمیکنه که بگیرم تلفن خدا با در هر مجلس میشن شکایت میکنه که دوز بود، ولگرد است در منطقه ما. حداقل به شماره 100 تماس بگیرین، با عمر حوزه یک تماس بگیرین، 15 20 نفر یک جا شون، اگر به جوانا کسی رسیدگی نمیتونن برن به حوزه مربوطه. ما به می اساس ما تشکر میکنم از ایده شهروندان کابل که بارها از قماندان طلای، قماندان پست یا از مردم که شاکی بودن، اونا به شخص قماندان سامنے کابل آمدن. باور بکنید قماندان طلای، قماندان پست ما دور کردیم، یعنی حتی به حالت ازالت انتصابی، به حالت انتخابی رفتن می پروسه. یعنی ما حتی در این مورد اگر کسی از عامر حوزه شاکی هستن، مدیر جنایه و دلایل و شواهد مدارک داشته باشن، شما باور بکنید که ما می موضوع اگر رسمی نتونستیم تقریبا ازالت انتصابی به حالت انتخابی رفته، به خاص مردم عامر حوزه اگر مقرر میشه، قماندان
میزبان تولای فقط مردم همکار باشن از جدیت کار میگیرن. سپاسگزاری میکنم. یک تماس پاسخ میدیم ادامه صحبت ها شما رو میداشته باشم. مهربانی کنین. صدای مرا اگر دارین تماس شما بسل است. مهربانی کنین. السلام علیکم. علیکم سلام. وقت شما بخیر میشه. خودتان معرفی کنین و پرسشتان. اکبر حیرانی ما لکابل نمی زحمت در کرده زخفل وار سر سلامون اتاسو تا استاسو قدر من ملمتا استاسو در تلویزیون ملار طول وطنوال تخفل سلامون اوران میکنم. سپاسگزاری میکنیم از شما آقای اکبر که از کابل تماس گرفتین. ما شنونده هستیم. میتونین که پرسشتان با ما در میان بگذاریم. خب موضوع چیز دیتاسو خوچیلی موضوع پدا مورد دی موضوعات جنایی در شهر کابل دی درسته دی؟ دقیقاً مهربانی کنه. پا دی مورد بانده مونگ در کابل چلور در وزی لرو لده سر نور کمربندونه سیار کمربندونه درو یا مثال دغسی دوارو لرو کمربندونه درو پا دی مورد بانده بالخصوص در کابل پا چلور رسمی در وزو بانده که خبری وکو دلتا زمونگ در دولت الاخوانه در سکینر مشین میگی دلی دی بد بختانه به وایم چې دا سکینر ماشین په دې شیانو باندې کار نه کوي چې همیشه وخت تاسو کولی شئ چې همدغسې مخفي ډول باندې راشئ او له دې کمربندونو نه لیدنه وکړئ. دغه سکینر ماشین څلوي ساده کونه وایم خو ولې د ورځې لخوا ډیری وخت دا ګل دی چلن نه دی خاموشه دی. نو دغه موټر چې د بربري موټر دی یا هغه موټر چې مشکوک دوی ته ښکاري دوی ته لاس ورکوي او اشاره ورکوي چې له هغې لارې نه لاړشه چې سکینر دی وګوري سکینر ته ورځي ولې بدبختانه د سکینر له لارې په هغه حالت کې تېرېږي چې سکینر ګوري هېڅه چلند شوی نه وي او دوی له هغه لارې عبور کوي. نو که چېرې څوک وغواړي چې زړه وسوځي په دې وطن باندې په دې وطنوالو باندې نو ښه خبره به دا وي چې په دې مورد باندې داسې یو خاص نظر وکړي تجدید نظر وکړي او لدی مسئولین دیدی دروازو چی دی لدی سکینرون نلیده نو. ممنون شما آقای اکبر جان. ممنون از شما که در برنامه تماس گرفتین و پیشنهادهای خیلی خوبتان با ما در میون گذاشتین. یک وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم. سلام دوباره بیننده ی آخرین لحظات برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستن و ما هم در آخرین لحظات این برنامه قرار داریم و زمان را بیشتر میگذاریم برای آقای استانگزایی که صحبت شما رو میداشته باشیم در پیوند با پرسش برادر ما. برادر ما که سوال کردن مسئولیت تامین امنیت دروازه ها یا تلاشی دروازه ها به وزارت محترم دفاع ملی سپرده شده. موضوع است که نرار شما داور شدن که اونا تا حد موثر بودن. خب مشکلات داریم هنوز در رسی برق و این مسائل که تلاش بختر از جریان داره و موضوع دیگر که اونا با وسایط دارایی که دارای توناژ بلند هستن زمانی که میان به چهار دروازه کابل اونها تخلیه میشن و با وسایط یعنی هر وسایطی که باشه به سلام هر چیزی که بار باشه اونا در اونجا به سرای های جور شده که دوباره به وسایط خرد تقسیم میشه یعنی به طور کلی و دقیق اونا مورد تلاشی به قرار میگیره. اما موضوعی که تو روسی صورت میگیره این موضوع قبلا هم آشکار بوده به شکل نیست که یک واسطه با مواد منفجره یا یک شخص از چهار دروازه کابل مستقیما داخل شود. متاسفانه امکانات بیشتر موجود است که در میکابل برشان زمین فراهم شود. یک موضوع دیگر که وقت برنامه شما هم تکمیل هست در برابر افراد زورگو، در برابر افراد غاصب، در برابر مجرمین یک جدیت کامل آغاز شده و ما تانستیم در نسهای بگرامی کمری روز قبل که تعداد از افراد با پلیس هم درگیر شدن زمینایی که غصب کرده بودن، غاصبی در زمین بودن، اونا را دستگیر بکنیم، زمینا را از پیشان دوباره به حکومت تسلیم بکنیم. همچنان در ناحیه هفتم یک تانک تیل تخریب شد، شما در رسانه ها دیدین، همچنان یک بلند منزلی که بوده. این موضوع به مشکل به جدیت جریان داره و شما متوقن باشین که در برابر زورگویان، در برابر مجرمین جنایتکار مبارزه به گونه جدی پیش میره. فقط خاص ما است که مردم همکار باشه با پلیس. آقای سرنگزی، حتی از شیوه بررسی
ایست های بررسی هم مردم انتقاد دارن که گویا به گونه درستش بازرسی نمی کنن و یکی از انتقادهاشان این است که چشم هایشان اسکن می کنن. آیا چنین یک چیز واقعی است؟ یک چیزی که بسیار زیاد مهم است، ما چند قبل در نقاط مختلف کابل ایست های بازرسی ایجاد کردیم که با انتقاد سخت شهروندان کابل مواجه شد. یعنی ازدحام ترافیک بندازه شد که دیگه هیچ رای موجود نبود. بنان ما مجبور بشدیم که تعداد از پاسگاه پلیس دور بکنیم، دوباره به حالت سیار او را تغییر بدیم. ای اصلا قابل قبول نیست. خیر، نقل شهروندا بجا هست. همه روزه از هر چهارا از هر جاده هزاران واسطه عبور میکنه. این هیچ منطقی را قبول نمیکنه که هر واسطه به گونه دقیق کنترل شود. اصلا نه امکانات است و در هیچ جای دنیا چنین کار نمیشه. اعتقادم همین است که چرا این ایستای بازرسی با وسایل الکترونیکی مجهز خب هنوز ما قبلا هم گفتم که هنوز تجهیزاتی که باید میداشیم نداریم، اما از لحاظ اصول و قانون در هر 100 اراده وسایل 5 اراده الا 10 اراده باید مورد بازرسی قرار بگیره. شما متوقعین باشین که خیر پلیس ما مشکلات داره، اما انشالله تا حد مسلکی شدن که شناسایی بکنن، تفکیک بکنن وسایلی که مجرمین هستن. این موضوع شما متوقعین به این شکل نیست که پلیس سعی میکنه و میگن که برین. اونا چون درس خواندن، تحصیل کردن، آکادمی خواندن، برازا گفته شده که مجرم زمانی که با پلیس نزدیک میشه چی حالت رو به خود میگیره. اونا کار میکنن. یعنی این مسلک طبعا با ما شما شاید یک چیز جالب باشه، اما پلیس بهتر تفکیک میتونه و به خاطر از اینکه به سهولت ایجاد شده باشه، ازدحام بیشتر نشه، ما نمیتونیم که هر واسطه را 100 درصد دور توقف بدیم. حال مردم نقد میکنن، اگر به حالت برسه شما باور بکنید شاید به ساعت ها نتونیم از یک جاده به دیگه جاده برسیم. بسیار خوب آقای سنزی، خیلی کوتاه اگر پاسخ بدین، شما یک انتقادی از مردم هم به یک نحوه کردین که با شما همکاری درست ندارن، اما مردم انتقاد دارن که در صورتی که یک مجرم دستگیر میشه با وجودی که سپری نمیکنه، میاد همون قیدی که بالاش وارد میشه را از زندان آزاد میشه، با این وجود خود همون نفر که شهادت میده و واسطه میشه تا این گروه تبهکار زندانی شوه، جان خودش به خطر میفته و مردم آماده نیستند با شما همکاری داشته باشه. در این راستا چقدر کار صورت گرفته؟ پلیس 24 ساعت 48 و الا 72 ساعت زمانی که دوسیه تکمیل میشه، مدارک اسناد شواهد جمع آوری میشه، حق زیر داره که یک مجرم نزدشان باشه تحت نظارت، بعد از اون میره به نهادهای عدلی و قضایی، بعد سالی معرفی میشه. این که دوباره رها میشه، این پاسخ است که سوال است که میتونه که نهادهای عدلی و قضایی به پاسخگو باشن. و در کل شما متوقعین باشین یک مورد در هم نداریم در جریان 15-17 سال که کسی شاکی باشه یا شهادت بده اونها هویتشان افشا شود. هویت از جانب ما محرم هست، از طریق شماره 100 مراجعه به حوزات امنیتی، مراجعه به رهبری پلیس کابل، اونا میتونن که افراد شناسایی بکنن با ما. یک مثال کوتاه، فایر صورت میگیره، فایر هوایی، اینا میرن در رسانه اجتماعی به رسانه نقد که فایر هاست، اما در همسایگیشون کسی قرار در همه قناه میکنه که به شماره 100 تماس بگیره، با پلیس همکار بشن، انشاءالله مشکلات سپاسگزاری میکنیم از حضورتان آقای حشمت الله استنگزی، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل که اینجا هم حضور پیدا کردن. برنامه امروز مجله صبح هم به همین ترتیب در همجا پایان میرسه. ممنون که با یک همراه بودید. بقیه روزتان خوش.